اشم هشم نعسه و نسلی اختراسی والانو مشه مراشا قهیلت یعقوب پاراشای اخر موت هستیم فصل تت زنگ یعنی شونزده و پاسوق ده میفرماید و اصلای رشد آلا آلا و گرال لعزازل یا اومد خای دیفنه لخپرالا لعازازل اللہ لعزازل یعنی اون بزغالهی که بالا آمده برو اون قرعه برای ازازل بیستد زنده به حضور اشم که کفاره کند برو که بفرستد او رو به ازازل به بیابان حالا برای خیلی مقادش میفرماید که ساریخ لادت اکوانا لازمه که ما بدونیم منظور از این که گفته یا اومد خی چیه هم گفته بیستد هم گفته زنده خب معلومه که وقتی میسته زنده است و چرا گفته لغت خی و ربوتنو در گمارای یوما بحث کردن رو این عربه دروشیم خیلی بحثا کردن ولی به طریقه مایت پارش الناخون پیروش میشه به درستی که کوانا داره به عمرو یا اومد خی این که گفته بیستد زنده شلویت و دالاو یعنی اقرار نکند بر او یعنی که میست آقای کوهنگادول و اقرار میکنه تمام گناهان اسرائیل رو که در صوتهای قلبی توضیح دادیم تک فومیت فورا موقعی که بالا میاد بر او گرال موقعی که قره کشی میکنن و این به عنوان ازازل انتخاب میشه فوری نباید روش بیاد دست بذاره و سمیخا کنه و اقرار کنه به گناهان بلکه یا ان یعنی خی و خی اون رو فعلا بگذار زنده باقی بمونه پروش لسد توضیحش از جنبه اینکه بخینت آره نیقره مت جنبه بد خونده شده مت یعنی مرده از شما اقرای گفت به نشاما شما و بر اسمش خونده میشه جسم بدون نشاما مت که مسلط میشه به اون جمعه ناپاکی که خونده میشه مت اون جبه ناپاکی که بر انسان قرار میگیره یعنی آون به وجود میاد و این جنبه مرگ براش به وجود میاد و سایر شل ازازل و اون بزغاله ازازل که شمیت وده اقرار میکنه کنیم برو به نوت نالاف کل اونوت و پشاییم که قرار میده بر اون تمام گناهان و تقصیرات که ما قبلا پاسخ رو گفتیم فصل همین تدزین پاسخ 21 که میفرماید که ویت و آلاب اقرار کند بر تمام گناهان جماعت اسرائیل تمام تقصیراتشون و خطاهاشون و قرار دادن ها را بر سر اون بزغاله پس این اقراری که میکنه تمام گناهان ها را رو سر این بزغاله قرار میده و این اومت و اینک اون می میره کالول میکل مینه متوت یعنی از جنبه ای که این ناپاکی ها نا بر سر اون قرار میگیره این حکم مت پیدا میکنه که این همه ناپاکی روشه آوان روشه کالول میکل می یعنی در برگرفته شامل شدن به تمام مرگ هایی که وجود داره به خاطر این گناهانی که جریمه هاش انواع مرگ ها و میتا ها هست به سیوا دون دستور داده خداوند شلو یعسه و مت که او رو مت نکن یعنی با اقرارها و این گناه ها گذاشتن ها رو سر این سایر اون رو مت میکنه میگه متش نکن یعنی دست رو سرش نگذار گناهان رو به گردن او رو سر او نگذار الا یا اومد خواه. یعنی فورا که اسمش در اومد به عنوان عزازه فورا اقرار نکن روش بذار زنده بمونه پس میخواد بگه این گذاشتن آونها بر روی سر این بزغاله و تکیه دادن دست به منظور اقراریه این مرگ برای این بز و میگه این کارو نکن فورا بزا بمونه یعنی اقرار نکن رو سرش بلکه بعد از عوادای سایری که بلکه بعد از اینکه این کارهایی که رو بزغاله دیگه در داخل انجام میشه یعنی کارهای اونو انجام بدن بعد بیاد اقرار کنه روی فلاز تیم ساش عمر و اینجا تو پیدا میکنی که میگه او در خرکاخ بعد از آن به سامر خرون بعد از اینکه کارهای اون بز دیگر رو انجام داد بیاد ارون دست بذاره رو سر این بزغاله و میفرماید اقرار کنه و ناسا از سایر آلاف که این گناه رو این سایر بر خودش به و رو سرش بگذاره کی متخیلا قدم شیط ودا میخواد بگه قبل از ای که اینها رو اقرار کنه گناهان رو رو سر این سایر بگذاره خی خونده میشه و آخر کاخ آم آمر اسایی لویز گیر خی و بعد از این که اقرار کرده دیگه اسم خی روش نمیاره قبل از اقرار گناه رو سر این بزغاله بهش میگه خی ولی بعدش دیگه خی نمیگه لومر که میخواد بگه شه آخر شیت و دالاب بعد از اقرار کرد برو دیگه خی نیست چه که والکو خود چل میتا یاردو دوالاف که دیگه قدرت های مرگ فروت شده بر او تیمساش سیوا هشم در نتیجه که دستور داده هشم شمشل خود تامه بی خبس به گادا و راخص به سارو بمعیم که دین تامه مت و اون جایی که هشم دستور میده پاسخ 26 اون کسی که میفرسته اون رو به عزازل تامه هست و به شوید رو به رویت بدنش رو با آب چون دین تممت کسی که دست به مرده زده چون که بعد از این که این گناهان رو به سر اون سایر قرار داد متخونده شده اون کسی هم که میبردش میسی که دست به مرده زده چون ما یه درسی هم یاد میگیریم که آون باعث نابودیه آون باعث از بین رفتنه آون مرگ خونده شده هم که صدیقیم به میتاتان قرویم خاییم صدیقیم در فوتشون هم زنده خونده شدن چون بل و و تو این هستن ولی رشاییم در تا در حیاتشون مرده هستن چون راشا هست. چون تامه هست. چون این زنده نیست کسی که برای خودش آوان میخره خلاف امرش اجرا میکنه این حیات واقعی نداره حیاتش حیات حساب نمیشه چون دنبال آوان هست پاسوقه بعد که آرابر خیلی مقادش توضیح میدن پاسخ 26 هست که میفرماد همشله یخ ات از, از سایر لعزازل اون کسی که میفرسته سایر رو بزغاله رو برای عزازل که خبس به گادا بشوید لباسایش و بشوید بدنش را با آب و بعد از آن بیاید به سوی اون چادر به سوی اون اردو حالا برای خیلی مقادش توضیح میدن کسی که میفرسته لعزازل همشان یه بگم لعزازل سالیخ لاده لازم ما بدونیم چیه کلمه عزازل و چرا اسمش رو گذاشته عزازل به رابطه نوزال یومای سامخزین اموتشنی در گمارای یوما برگ شست و عبروی پیروش کردن که از وقاشه یعنی عزازل یعنی سخت و سفت و محکم زمین سخت و محکم معنی کرده اونجا و بازه اربه درا شد و این خیلی داراشا روش هست الکل پانیم این عدد میتکشه بد ولی هنوز ما این رو به ذهنمون نمیشینه و یه اورو ای و روشن میشه چشمان من به دیوره انشه امت به صحبت های افراد عقیقت سونه باسه نهاریم شلتورا یعنی افرادی که یاد میگیرن و درس میخونن تورا رو با 370 نور حکمت حقیقت داخلی تو را که گفتند کمیدبار خاروب زیرا بیابان خرابه و خشک مکان سامخ می ما اون فرشته بد اون فرشته راشا و تامه هست که همون سار بیابان هست و بر طبق این جنبه ای که خونده شده میدبار این سامخمیم اون فرشته بد ناپاک خونده شده بیابان به تیغرا ازازل و اینجا بهش میگه ازازل اون اسمی که به عنوان جنبه منفی و بد گفته شده ازازل هست نکته دیگه می و تیگرا اوزا و ازازل و خونده میشه اوزا و ازائل اون دوتا فرشته ای که اومدن به زمین در زمان نوخ و خطا کردن به عرایوت یعنی اومدن و از ازدواج اونها با زمینی ها زنهای زمینی به صلاح اون اناقیم اینقدر بلند ها به وجود اومدن اون گول پیکر ها و شام روزال که فرمودن خواهیم در یوما اونجایی که قبلا گفتیم شلاهم ایرموز شم زه به اونها اشاره داره این نام که این سائیری که فرستاده میشه به عزازل خفکفاره میکنه بر گناه عرایوت و مهار همطور که اینا هم اومدن خلاف کردن رو زمین به و او حکیت و تگید این کلمه داره این رو به ما یاد میده بر این طریق از آزل یعنی قدرت رفت ماقوم شل و آصف از پیرام مکانی که خونده میشه این چنین به خاطر که اون مکان مکان اون فرشته است که قدرتشون رفت پرید محف شد غیب شد قدرت و عزت این فرشته ها گرفته شد با آونی که کردن و الدرخ الزه درخ یا بر این طریق اوزا زال یعنی پیروشش اینه که قدرت و عظمت اونها که اون مکان کوخ بود هزال او یعنی اون اه, کمرنگ شد اون ضعیف شد اون کم شد اون زیلوت و پخیتوت اه, کم شدن و ضعیف شدن و پایین اومدن و خفیف شدن که سامخمیم او لمتا به مدرگا میکل میشارته الیون که سامخمیم در پایین در درجه است که از تمام پایین تر از تمام خدمتکاران هشمه و اون جنبه منفی هست بس اینجا ازازل رو اینجا مکانی که مسلط قدرت منفی سامخمیم که اون قدرت پایین و خفیفی است امیدواریم که بتونیم ان شاء الله مجری دستورات باشیم به درستی با شادی با هیجان و شور یه ملت کن میشل و لیبن و تو با لبرودیت پرخ زخوت آرا و رخیم مقادوش